سلام، به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته رو از گالری وایت چپل شهر لندن اجرا میکنم. در تماشای این هفته اجت لی فکره دیکتاتور کلبنگ مش سرقه، هذا مصاري اهلي. گفتگوی اختصاصی با آن ماری جاسر، فیلمساز برجسته فلسطینی. سینما راهی برای تاکید و پافشاری بر زندگی. نمایشگاه ایران گاهواره تمدن در موزه درنت هلند. باورها و قصه های عامیانه فنلاندی در نمایش سونا. ما ماسکامون رو از چوب تراشیدیم. چوب منو یاد جنگل‌های فنلاند یا سوناهای فنلاندی انداخت. به خودم گفتم شاید نمایش ما باید توی سونا اتفاق بیفته. برنامه این هفته رو با معرفی یکی از جذاب‌ترین فیلمسازان مستقل جهان عرب آغاز می‌کنیم. آن ماری جاسر، فیلمساز و شاعر فلسطینی، سینماگریه که در آثارش طنز، خشم و تغزل رو در هم می‌آمیزه تا داستان‌هایی از زندگی روزمره فلسطینیان حکایت کنه. اخیراً که آن ماری جاسر برای شرکت در فستیوال سفر که جشنواره آثار سینمای عرب در بریتانیا است به لندن سفر کرده بود، فرصتی فراهم آمد تا تماشا با او درباره سه فیلم بلندش، یعنی وقتی دیدمت، نمک این دریا و واجب گفتگو بکنه. Was your father born? In Lebanon. And your grandfather? Here. In Israel, where? In Jaffa. Step aside, please. I love من کارم رو دوست دارم و میخوام بتونم بهش ادامه بدم، چون فیلمسازی با تحقیق و تاریخ گره خورده و علاقه من رو یک جا گرده هم میاره. انا كل حياتي بحلم اجي هون بس عم بستنى بالفيزا وبس تطلع Here you are coming from America for a few Palestinian pounds. They don't even exist anymore. My grandfather worked hard for this money and your bank is responsible. فیلم نمک این دریا درباره زنی به نام سریا که هم بار روانی و هم بار تاریخی سنگینی رو به دوش میکشه. اون که از آمریکا به فلسطین برگشته، در طول فیلم چیزای زیادی از عماد، قهرمان مرد فیلم، یاد میگیره. این یادگیری در این حال بخشی از رابطه عاشقانه این دو نفره. هرچند در پایان فیلم سریا را از سرزمین های اشغالی بیرون میکنن، اما فیلم پایان امید بخشی داره، چون سریا در این سفر چیزای خیلی زیادی یاد گرفته. اجت لي فكرة دكتاتور كلبنك مش سرقة هذا مصاري أهلي فايدة إيش رح نسوي؟ على البحر بس أخت البحر سریا خشمگینه، چون آدم به شدت سیاسیه که متعلق به طبقه کارگر جامعه آمریکاست که طبقه پر از خشمه. من می‌خواستم یه زن خشمگین رو بر پرده تصویر کنم، چون معمولاً اجازه نداریم در سینما به زنان خشمگین بپردازیم. اگرم بپردازیم، این خشمگین بودن سکسی هم هست. مثلا زن خشمگینی که بیکینی تنشه. Because I have lived in other countries. خشم سریا رو منم احساس میکنم. هم برای اینکه در کشورهای دیگه هم زندگی کردم و بین فلسطین و کشورهای دیگه سفر میکنم و هم چون سنم بالاتر رفته. میدونید دیروز در فرودگاه لندن بازرسی بدنی شدم. حتی توی موهام رو هم گشتن. همه زندگیم همین بساط بوده. هر بار از فلسطین خارج میشم همینه. هر چی سنم بالاتر میره، آسونتر که نمیشه، هیچ سخت‌ترم هست. چیزی نیست که بشه بهش عادت کرد. هر چی میگذره هم برام سخت‌تره و هم تحملش ناممکن‌تره. اصلا قابل قبول نیست. This is my home. It was stolen from my family. Where are you from? I'm from here. Here where? Palestine. I think I'm an outsider.
فکر میکنم هر جا که باشم غریبم. تو سالهای کودکیم هم همیشه غریبه بودم. حتی وقتی تو فلسطین هستم غریبم. یعنی تو وطن خودم هم غریبم. خارجم هستم غریبم. ایده فیلم وقتی دیدمت در دوره شکل گرفت که اجازه ورود به فلسطین رو نداشتم. در اردن ایستاده بودم و از ورای دشت فلسطین رو می دیدم. حتی می تونستم نور خونه های بیت المقدس رو هم ببینم. تصمیم گرفتم از زاویه دید یک بچه داستان رو بنویسم. چون دیدم دارم از خودم سوالای بچگونه می پرسم. مثلا از خودم می پرسیدم اگه پیاده برم سمت فلسطین چی میشه؟ برخورد مادر فیلم با طارق پسر کوچیکش فرق داره چون مسئولیتاش فرق داره. پسرک میتونه آزاد و رها باشه، نه فقط چون بچه است، بلکه چون پسره و میتونه در اردوگاه آوارگان برای خودش راحت بچرخه. بالاخره تاریخ که دیگه تحمل شنیدن جمله صبر کنید رو نداره، اردوگاه پناهجویان رو ترک میکنه. هریه؟ بتصاور؟ تنزف؟ حدا قال لك انه هون منتجع سياحي؟ انا لقيته بالصحراء كان كثير مريض. فیلم نگاه رمانتیکی به رزمندگان فلسطینی و اینکه اونا کیا هستن و چی کار میکنن داره. چون از دیده یه بچه است و در این حال فیلم درباره یک دوره رمانتیکه. مال دوره در اواخر دهه 60 میلادی که نه فقط توی فلسطین بلکه تو سراسر جهان جوانایی دارن تلاش میکنن متفاوت باشن و معنای متفاوتی به کار و زندگیشون بدن. جوانایی که به راهشون اعتقاد داشتن. اما در این حال میخواستم نقدشون هم بکنم. میخواستم اون جنبش رو نقد کنم چون مثل خود جنبش آزادی بخش فلسطین عمرش خیلی کوتاه بود. طارق مجذوب اونا میشه و در طول فیلم میتونیم حدس بزنیم که طارق هم بالاخره به اونا میپیونده. ما فیلمو در زمان وقوع این اتفاقات در سالهای 1967 و 68 نمیبینیم، بلکه داریم امروز تماشاش میکنیم و بنابراین میدونیم که کل اون جنبش مدتی بعد از هم میپاشه. اونا موفق نشدن و فلسطین آزاد نشد. از تمام مفاسد و انشعاباتی که رخ داد هم خبر داریم. میدونیم که مدت کوتاهی بعد ماجراهای این فیلم تو سال 1971 درگیری‌های سپتامبر سیاه رخ میده. طارق تنها کسیه که تو این فیلم یک مسیر رو ادامه میده و موفق میشه. من به نوعی دارم به نوبه خودم جنبش آزادی بخشمون رو نقد میکنم و میپرسم چی شد؟ چرا صبر کردیم؟ آیا اشتباه کردیم؟ فکر میکنم همه فیلمام درباره آدمهای در حاشیه است. من به روایت قصه های ناگفته و متفاوت علاقه دارم. احنا جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عروس أمان. سايقين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعدلنا بس 340 مكتوب. آه مجبورين بيت على الطريق النصراوي. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمى؟
اسمها ندا یابا. در فیلم جدیدم واجب به پدر و پسری میپردازم که مجبورن روزی رو در کنار هم سپری کنن. هرچند لزومن رابطه عالی با هم ندارن و خیلی چیزا هست که به هم نگفتن. اونا مجبورن رسم واجب رسوندن دعوتنامه های عروسی رو به جا بیارن. ابو شادي والله زمان حلو اني اشوفك اليوم بتذكرني جورجيت طناس كنا سوا مع بعض بالمدرسه ايوه جورجيت اهلين تفضل الصبح عملتهم تسلمي لا خذ الصينيه بعدين جيب لي اياها يا الله شادي شو بشبهك بس انت بتضلك احلى تسلم بس عن جد والله كثير بعدين بتجيب لي الصينيه باخذ واحدة لا يا كلياتهم يا بلاش بعدين صرت تعرف وين انا ساكنه مبروك عرس بنتك الله يبارك فيك عقبال عند اولادي انا ما تجوزتش اونا توی یه ماشین کنار هم گیر افتادن. من از اینکه اینا مجبورن همه جا با هم برن و توی ماشین از دست هم راه فراری ندارند خوشم میاد. شلک ما جدو فید خلاص هبل ماشین برای شادی مثل خود ناصر است. توش احساس محدودیت و گیر افتادن میکنه. براش مثل یک زندان کوچیکه. برای پدرش ابو شادی ماشین نمادی از دوره‌ای که کل خانواده با هم و کنار هم بودن. براش نوستالژیکه و در واقع تنها چیزیه که براش مونده. کیف امریکا؟ ایتالیا. یلا بهمش. ابوك حكى لنا انه عم بتفكر ترجع مزبوط؟ لهون؟ اها. لا، في مستشفيات كثير منيحة هون. انا اركيتكت. يعني مهندس عمار؟ يعني هو بفكرني دكتور. يعني كذبت عليه. انت بتعرف ابو رامي. ابو شادی دروغگو نیست اما همیشه میخواد همه رو خوشحال کنه. با دروغاش قصد آزار کسی رو نداره. شادی؟ کیفت نورا؟ منیحه یعنی ماشی. نسل جوان فلسطینی ها میشه گفت نترس و بنابراین خیلی تون رو روکن. فکر فش حدا با اخا ما فهمتش هيك تحب العيش برا؟ ها؟ نعم بحب نيالك ناصري فلاس تشتغلي؟ منيح شو بتشتغلي؟ مش مهم فلاس مش معقول هالقد فلاس كل شي فلاس ابو شادی مال نسلی که کودکی و جوانیش در سالهای بعد اشغال ناصره در سال 1948 گذشته. دوره سختی که تا سال 1966 قوانین نظامی شدیدی برش حاکم بود. حرف زدن درباره فلسطین و حتی بردن اسم فلسطین غیرقانونی بوده. حتی نمایش رنگ‌های پرچم فلسطین غیرقانونی بوده. خیلی‌ها در برابر این شرایط مقاومت کردند، اما خیلی‌ها هم مثل ابو شادی به این نتیجه رسیدن که برای بقا هم که شده باید سکوت کنند. من ساكن داي المستوطنة. وانا يا ابي. مستحيل اعز مع عرس اختي. يابا هذا الزلمة شباك. اطلع السيارة! اعند من امك! سينما راهية براي تأكيد و پافشاري بر زندگي. اگه اخیراً به موزه ایران باستان در تهران سر زده باشید، شاید متوجه جای خالی بعضی از آثار این موزه شده باشید. چرا که الان چندین ماه نزدیک به 200 اثر این موزه برای شرکت در نمایشگاه ایران گهواره تمدن به موزه درنت هلند امانت داده شده. از اشیای متعلق به ایران باستان گرفته تا آثاری از دوره صفوی.
این نمایشگاه با همکاری نزدیک موزه ملی ایران در تهران و موزه درنت در آسن برپا شده. ایران کشوری با قدمت و تاریخی غنی. در این نمایشگاه ما آثاری رو به نمایش گذاشتیم که متعلق به سالهای ابتدایی شکلگیری تمدن ایران. گنجینه‌ای که در اینجا به نمایش در اومده شامل آثاریه که در بازه زمانی بین 50,000 سال قبل از میلاد تا سال 1700 میلادی خلق شدن. اگه میخواین بدونین چی ایران رو انقدر جذاب کرده، باید بگم که ایران برای مدت‌ها یک ابرقدرت بوده. جایگاهی که امروز کشورهایی مثل آمریکا، چین و روسیه دارن. در قرن 6 قبل از میلاد، کوروش کبیر موفق شد امپراتوری وسیعی تشکیل بده. قلمرو این امپراتوری که پهناورتر از امپراتوری روم بوده، در نوع خودش خارق‌العاده بود. تمام پادشاهان ایران سعی کردن ردپایی از خودشون در تاریخ ایران به جا بگذارن و نامشون رو در کارنامه موفقیت این امپراتوری به ثبت برسونن. داریوش کبیر راهی مشابه کوروش کبیر پیمود. او برای خودش شهری تأسیس کرد که همون تخت جمشید باشه. در این قسمت نمایشگاه که الان توش هستیم، میتونین تصاویری از بازمانده‌های تخت جمشید رو همراه با یه سری آثار کشف شده از اون دوران ببینیم. دیوارهای تخت جمشید تماماً با مجسمه‌ها و نقش برجسته‌های زیبا مزین شده بود. افراد به تصویر کشیده شده در این نقش برجسته‌ها از گروه‌ها و اقوام مختلف سرتاسر امپراتوری هستند. ما میتونیم هویت قومی این افراد رو از طریق لباس، سربند و مدل موهاشون تشخیص بدیم. اینجا ما در نمایشگاه دو نقش برجسته داریم. در پس زمینه شما تصاویری از باقی مانده های تخت جمشید میبینید و ستون هایی که 20 متر ارتفاع دارند. پشت سر من یک نقش برجسته در اندازه واقعی می‌بینید. این نقش برجسته که داریوش کبیر رو در سال 520 قبل از میلاد نشون میده، پس از پایان یک دوره کشورگشایی توسط خود شاه سفارش داده شده. تصاویر و کتیبه های این نقش برجسته داستان‌هایی از اعمال نیک داریوش کبیر، پیروزی‌هاش و دشمنان مغلوب شدهش رو روایت می‌کنه. اینجا شما گئومات، بزرگترین دشمن داریوش رو می‌بینین که روی زمین افتاده و داریوش پاش رو به حالتی بسیار تحقیرآمیز روی او گذاشته. در پشت گئومات به بند کشیدن یاغیان و پادشاهانی که سرزمین‌هاشون توسط داریوش تسخیر شده نشان داده شده. در این کتیبه داریوش به جای پادشاه خودش رو شاه شاهان خطاب میکنه و میگه من آن شاه قدرتمندی هستم که امپراتوری پارس رو استوار کرد. این ظرفی که اینجا میبینین اثر منحصر به فرد این نمایشگاهه. ریتون شیر بالدار یکی از خارق‌العاده‌ترین آثار باستانی دوره هخامنشیه. علی‌رغم حجم بزرگ این اثر، وزنش کمتر از 2 کیلوگرمه. از بالهای طلایی این شیر شکوه شاهانه میباره. چیزی که این اثر رو منحصر به فرد میکنه و توجه رو به شدت جلب میکنه. ما با یک چشم بر هم زدن متوجه میشیم این شی از ایران، سرزمین پارس و خاورمیانه اومده. در این ویترین شما با پیشرفت خط میخی در این منطقه آشنا میشین. زمانی که تجارت گسترش پیدا کرده و برای انجام کارهای مدیریتی نیاز به ثبت اطلاعات به وجود اومده. خط میخی برای پاسخ به این نیاز شکل میگیره. روی یکی از دو کتیبه‌ای که اینجا میبینین اطلاعاتی درباره محصولات وارداتی مثل تعداد قرص نان، کیسه برنج و رؤوس دام حک شده. در واقع این کتیبه حکم یک رسید یا مدرک دریافت مال داره. گسترش تجارت باعث میشه این کتیبه ها به مرور زمان پیچیده تر بشن و علائم و حروف جدید بهشون اضافه بشه. اینجاست که زبان نوشتاری متولد میشه که همون خط میخیه.
تئاتر متامورفوسی عنوان یک گروه تئاتر فنلاندی که با ماسک کار میکنه. سونا اسم کار جدیدی از این گروه که از باورها و قصه های عامیانه فنلاندی الهام گرفته. تماشا به دیدن این کار رفته و با سویل ماکلا یکی از بنیانگذاران این گروه صحبت کرده. نمایش ما قصه نداره. من شیفته کار با ماسکای چوبی و به طور کلی چوب شدم. ما ماسکامون رو از چوب تراشیدیم. میدونیم وقتی یه فنلاندی با چوب کار میکنه، یا لاقل برای من اینطور بود، احساسات میهن پرستانش گل میکنه. چوب منو یاد جنگل‌های فنلاند یا سونا‌های فنلاندی انداخت. به خودم گفتم شاید نمایش ما باید توی سونا اتفاق بیفته. بعد شخصیت‌ها رو خلق کردیم. شخصیت‌هایی که خیلی واقع‌گرایانه نبودند. بنابراین منم به خودم گفتم نمی‌خوام یه خط داستانی واقع‌گرایانه داشته باشم. برای من این نمایش بیشتر یه شعر تصویری بود. در نمایش ما سه شخصیت داریم که فردیت ندارن، بلکه نماینده زن در سنین مختلف هستن. اولیشون دختر جوونیه که پیش از مراسم ازدواجش به سونا میره و بدنشو آماده ازدواج میکنه. شخصیت بعدی به نوعی همون زنه که سنش بیشتر شده، اعتماد به نفسش بالا رفته، یا شاید بشه گفت سکسی تر شده. خلاصه چندان به نظر دیگران درباره بدنش اهمیت نمیده. شخصیت سوم زن پابسن گذاشته ایه، یعنی در سن و سالیه که معمولاً آدم ها بدنشون رو پذیرفتن و باهاش کنار اومدن. شخصیت مسن‌تر در دنیای واقعیه و شخصیت‌های دیگه تو ذهنش و مثل خاطراتش هستن. در گذشته فنلاندیا اعتقاد داشتن هر سونایی روح خودشو داره که ما بهش جن سونا میگیم. هوای این جن سونا رو باید خیلی داشت. شما نمیتونین برین سونا و هر طور که میخواین رفتار کنین. در واقع جن سونا نگهبان ارزش‌های اخلاقی ماست. اگه باهاش مهربون باشین و بهش غذا بدین، یا سونا رو هر از گاهی فقط برای اون گرم کنین، اونم با شما مهربون میشه و بهتون کمک میکنه. اما اگه بد رفتاری کنین، مثلا تو سونا حرفای بی‌ادبانه بزنین یا زمان زیادی تو سونا بمونین یا کارهای زشت بکنین، ممکنه سوناتون آتیش بگیره و حتی بمیرین. ما تو هلسینکی هر دو سال یه بار یه جشنواره تئاتر با ماسک برگزار می‌کنیم. ماسک به خصوص در آموزش تئاتر مفیده. بازیگر با کمک ماسک میتونه شخصیت خودش رو فراموش کنه و روی چیزای اصولی مثل بیان بدنیش تمرکز کنه. مثلا وقتی داریم با یه دستتون حرف میزنین، دست دیگه شما داره داستان دیگه ای رو تعریف میکنه.
کار با ماسک تمرکز و مهارت شما رو بالا میبره. شما رو شجاع میکنه و نشون میده که شما تو بدن خودتون زندانی نیستین و میتونین برای محدودیت‌های جسم خودتون برین. به محض اینکه شما شخصیتی رو روی صحنه میبینین که ماسک به چهره داره، به دنیای تخیل پرتاب میشین و این معجزه ماسکه. کم کم ماسک شما رو هدایت میکنه و این واقعا لحظه لذت بخشیه. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تماشا رو میتونین روی وبسایت BBC فارسی هم ببینین. اگه خواستین برنامه و گزارش‌های قبلی ما رو ببینید، به صفحه یوتیوبمون سر بزنید و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.